درود، همچنان در سفر. یه کنفرانس 3 روزه داشتم، تموم شد، یکی دیگه در راه است. به هر حال فکر نکنی استراحت هم هست، نه از این خبرها نیست، برای ما از این خبرها نیست. امیدوارم که نفسی باشد، همتی باشد، و به خصوص من در این یک ساعتی که ایران فردا با شما هستم، همه جور حضورم دارین، صداتون، نوشتهاتون، یه ساعت عجیب غریبیه. دوستی به من گفت آقا تو این برنامهات اخیراً چرا بالا رو نگاه میکنی؟ شما دستگاه رو گذاشتی رو به رو، گاهی اوقات هی از این که خودتو اون تو داری نگاه میکنی خسته میشی، یه لحظه میخوای مثلا یه طرف دیگر نگاه کنی، بعد تبدیل میشی به این که داری بالا رو نگاه میکنی. ببخشید دیگه، ببخشید. گفت ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله. اگر حریف ما هم اگر اون امکانات وسیع رو داشتیم استودیو اجاره میکردیم، هر جا میرفتیم از استودیو، خب نداریم، امکانمون در همین، ولی با هم دیگه از اول به یه نقطه رسیدیم که اینا دیگه زیاد اهمیتی نداره. شما منتظرید که ما چه میگوییم. این یه خبری رو ما از اینجا آغاز کردیم با مهندس شریعت مداری، با مهران براتی، با دوستان دیگر، با دکتر سازگار، با همه اینا صحبت کردیم. روز 15 سپتامبر رو به یاد داشته باشید، روز بسیار مهمیه، همونطور که اون امضای 14 نفره در داخل کشور و بانوان، که واقعا خوشحالم با گیتی پورفاضل حرف زدم، چقدر مورد توجه شما قرار گرفت، چقدر شادمان شدید از حضور این بانوی فرزانه در این عرصه، و خیلی خوشحالم. درود میفرستم به گیتی پورفاضل عزیز و همه یارانشون که این کار خجسته و سنگین رو به دست گرفت. در بیرونم شادمانانه خواهیم بود و خبر این شورای گذار رو با تفصیلاتش، با حضور فعالانش مشاهده خواهید کرد. منتظر 15 سپتامبر باشید، روز مهم است. خب اجازه بدید من توضیح زیاد ندم راجع به تغییرات برنامه، اینا رو وقتی برگشتم لندن در یه برنامه دیگه به اطلاعتون میرسم. ما مشغول تغییرات زیادی هست. اجازه بدید با پیام شفاهی شروع کنم. ابتدای چند تا شفاهی رو بشنویم، بعد سراغ کتبیاب. میشنویم اولین پیام شفاهی. سلام های دکتر نوری‌زاده عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت و برقرار باشید. میخواستم نظرتون راجع به مرحوم اسدالله خان علم بدونم. این کتاب یادداشت‌های علم رو که آدم میخونه خیلی ذهن آدم رو درگیر میکنه، و متاسفانه دکتر آلی‌خانی هم که به تازگی درگذشتن، دوباره باز منو با اون حال هوای این کتاب یاد این کتاب، یعنی در واقع انداخت و اون حال هوایی که تو این کتاب جریان داره. مرحوم علم خیلی آدم تاثیرگذاریه توی سیاست‌های لااقل دهه 40 و اوایل دهه 50، و به قولی خیلی مسائل رو درست درک میکنه و خیلی هاشون هم، خیلی از این مسائل رو هم به پادشاه انتقال میده. مثل اینکه مثلا باید مردم رو توی معادلات سیاسی به حساب آورد، لااقل بذاریم انجمنهای ایالتی و ولایتی انتخابات آزاد برقرار بکنن و با دولت، با مقامات دولتی خیلی درگیر میشه سر این مسائل گاهی. و متاسفانه سال 57 علم هم دیگه تو معادلات سیاسی ایران نیست و درگذشته. من فکر میکنم که اگر لااقل علم سال 57 در کنار پادشاه بود، شاه رو از اون بی تصمیمی و تصمیمات اشتباهی که تون به زنگاه تاریخی گرفت خیلی جاها میتونست نجات بده و کشور ما به این وضعیت فعلی دوچار نشه. و خارج از این ما میبینیم که خیلی هم با مردم ارتباط داره و این طبقه روحانیت و آخوندها رو خیلی به درستی درک میکنه، این بازی های مذهبی که دارن و کلک هایی که به قولی ارائه میدن، اینا رو درک میکنه. میخواستم نظرتون راجع به علم بدونم. ممنون از لطفتون. ممنونم عزیزم.
علم در واقع تتمه و بقایای اون سیاستمداران سنتی بود که در بستر یک خانواده سیاسی به دنیا میمدن، تعلیم میدن، رشد میدن، مثل بچه های مثلا فرمافر. علم پسر شوکت الملک بود، پدرش سالها در دوران رضاشاه، در دوران قاجار حاکم بیرجند و قائنات و اینا بود. و علم از کودکی در نزد چنین پدری بزرگ شد. همه ماها، شاید بگم 90% مردم ایران، 95%، فکر میکردن علم یادم بی سواد، فکر میکردن علم کشاورزی خونده چیزی نمید. خاطراتش نشون داد چقدر سواد داره. خاطراتش نشون داد این مرد نصف حافظ و حفظه، صدها بیت از فردوسی حفظه، از سعدی، از شعرهای بزرگ. بنابراین نشون داد که اون در واقع العلم فی الصغره، یعنی همون که در کودکی پدر معلم گرفته با سعدی و گلستان و حافظ فردوسی بزرگ شده، اینا در ذهنش مونده و چقدر اینا بهش کمک میکنه در عمل کرد. اگر علم زنده بود محال بود شاه سقوط، محال. اولا علم رابطه نزدیکی با آخوندها داشت، همشونو میشناخت، باطن خبیث بسیاریشون هم خوب میدونست کی پول میگیره، کی رو باید ریشش رو مالید، کی رو باید ریش خندش کرد. خیلی ارتباط نزدیکش. شما در اوج زمانی که میگن امام موسی صد با شاه بده، نامه هایی که با علم رد و بدل میکنیم میبینیم، و همطور با علمای دیگه ارتباط داره، سر بهشون میزنه، دیدنش میاد. اقبال هم همجور، دکتر اقبال هم همجور. خیلی از این آخونده از شرکت نفت مقرری داشت. به هر علم آدم متفاوتیست، چون علم هر روز با شاهه، گاهی هر ساعت با شاهه، در خصوصی ترین مسائل زندگی با او هست. اگرچه دائم میگه الملک و عقیم، ولی لابلای حرفاش حرفاش هم میزن. اینقدر گاهی عصبانی میشه میگه مرگ برام بهتر، چون ببینه شاه داره مستبدانه نظر میده و نظرش غلطه. بسیار به هویدا بد. این دشمنی با هویدا در بعضی جاها خب خیلی بد، نمود بدی داشت. روابط نزدیکی با امریکایی‌ها، انگلیس‌ها، با خارجی‌ها داشت. ولی این روابط به منزله نبود که نوکرشون، ابدا چنین نبود. در ماجرای نفت مثلا اشاره میشه که تلاش کرد که قیمت نفت اینقدر بالا نره. ولی این به خاطر نوکری نبود. چون دید اون این بود که این قیمت بالای نفت به ضرر ماست، دل و دزدی رو زیادتر میکنه. معتقد بود اگر روند کنتر باشه بهتره. نمیخوام بگم فرشته بود، هزاران عیب داشت، هزاران عیب داشت، دشمناش رو نابود میکرد، ولی حداقل به یک نظام دو حزبی اعتقاد. حزب مردم رو که درست کرد، واقعا تلاشش این بود یه حزب دوم درست کنه. و وقتی اون داستان برای آمری پیش اومد، خیلی افسرده شد حزب مردم. وقتی دفعه بعد اومد روی کار که روزنامه مردم و مرحوم سالیار در آورد، علم خیلی خوشحال بود. 100,000 تیراژ داشت روزنامه. اینه که حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد. زمانه را قلم و دفتری یا دیوار نیست. به اعتقاد من علم با یادداشتاش کار سترگی کرد. اعتماد سلطنه در زمان ناصرالدین شاه یادداشت روزانه داشت. ولی اعتماد سلطنه خیلی ترسوتر از علم، خیلی، برای اینکه زنش دخترموی شاهه اصلا میترسه تو خونه. ولی علم یادداشت‌ها رو مینوشته و میفرستاده سوئیس، توی گاوصندوقش میذاشتن. و دکتر علی خانی هم خیلی شرافتمندانه ویرایش کرد. من از خود دکتر علی خانی پرسیدم، بعضی از فصول رو قسمت‌هاش رو حذف کرد، ولی میگفت حذف اینا هیچ لطمه‌ای به اصل متن نمیزنه، حرمت بعضی از خانواده‌ها حفظ میشه. مثلا علم با فلان بانو ارتباط داشته. خب الان دیگه نمیخواست دکتر علی خانی اون بانو که حالا مادر بزرگ مثلا با نوه‌هاش و بچه‌هاش و اینا جلو اونا سرفکنده بشه و نمونه ماجرای از این طرف، اونا رو حذف. ولی کلن به نظر من یکی از بزرگترین اسناد دوران پهلوی دوم اینه. همونطور که مثلا نگاه میکنیم در دوران رضاشاه،
چند تا یادداشت ها هست که اون عصر رو در واقع اونا به ما منتقل میکنه. و در زمان شاه هم مال علم از همه جالب تر. من یادداشت های عبدو رو خوندم، یادداشت های انتظام رو خوندم، یادداشت های خیلی از قاسم غنی رو خوندم اینا، ولی یادداشت های علمی که روز و شب با شاه روزگار میگذرونه بسیار جالبه، مثل یادداشت های بهبودی در زمان رضا شاه. ممنونم عزیزم ازت، امیدوارم در این زمان کوتاهی که داریم تونسته باشم پاسختون بدم. علم در سال 42 شاه رو گذاشت تو کاخ سعدآباد، دو تا گروبان بیرجندی رو گذاشت تو تلفن خونه، گفت تلفن ها رو وصل نکن، چون مرتب به شاه زنگ میزدن سیاستمدارای پیرمرد، این سید جلال تهرانی و غیره، که آقا چیکار میکنه. علم رفت تو خونه، نشست توی ساختمون شهرداری و بعد شهربانی، قائله کارو با 60 70 کشته کرد و نگذاش اون وقت انقلاب اسلامی مسلط بشه. اما 15 سال بعد علم در حال احتضار، اون نامه آخری هم که برای شاه نوشته که ما گوش و کنار یه چیزایی ازش شنیدیم، میگویند بسیار نامه تندی بوده. علم خیلی افسرده شد که شاه برکنارش کرد و هویدا رو گذاشت، بسیار افسرده. به هر روی می رویم برای پیام شفایی بعد. جم نویزاده سلام عرض کردم، انشالله که موفق باشی. ممنون از زحماتتون و برنامه های خوبتون. اولا بگم سوری عزیزم و آقای دکتر رو خیلی سلام برسونی، بعد حرفا رو بزنم. شما یه خبرنگار خبری جا افتاده با سواد دانا هستید، شما چرا عاجزین از این که بعد چی کار کرد؟ بابا یه فراخوان میدید مردم باشه بگه ما نمیخوایم مجلس این لایحه کاسپیان رو امضا کنه، تو رو خدا فراخوان بدید، اینا میخورن و میمونه رو دست ما مثل زبان قاجار، تو رو خدا این کار رو کنید، خواهش میکنم. قربون شما برم، خدا حافظ. ممنونم بانوی گرامی، این کارو کرد. اگه یادتون باشه در دو برنامه با آقای دکتر سازگارا ما این مسئله مطرح کردیم. خوشبختانه یه عده از دوستانمونم در خارج کشور، چند نفرم در داخل بودن، از بچه های جبهه ملی بودن، اینها یک بیانیه بیرون دادن. من اعتقاد دارم تک تک ما در ایران در این زمینه مسئولیت داریم. یه چیز بدتر از ترکمانچای داره به ما تحمیل میشه، رژیم خائن جمهوری ولایت فقیه داره دریای مازندران رو میده به روسها و بچه هاش. پدر مرد، از سهم ما دارن به بچه ها میدن، بسیار خطرناک، بسیار اینتر خطرناک. خائنانه ثروت های دریای مازندران، ثروت کف دریا، همه رو دارن میدن. ما میلیون ها بشک نفت از اونجا میتونیم دریم و گاز، همونطور که آذربایجان و ترکمنستان داره در میاد و قزاقستان. این خیانت رو باید جلوشو گرفت. محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه خائن اگر اینو امضا کنه، حسن روحانی خیانتکار بزرگ اگر اینو امضا کنه، سید علی خامنه ای رئیس خیانتکاراست اگر اجازه بده این طرح امضا بشه، و کل نظام جمهوری اسلامی عسکری و مدنی و نظامی و غیر نظامی خائنن اگر این سند خیانتبار رو امضا بشه. واگذاری سهم ما در دریای مازندران. یه وقتی دیدم ظریف اومد بود میگفت نه ما سهم 50% هیچ وقت نداشتیم. آقای ظریفی که حقوق خوندی، دریاچه ها بین کشورهایی که قرار می گیرن بالمناسبه تقسیم میشن. ملک مشاعی هستن که یا ملک مشاعی هستن که بالمناسبه تقسیم میشن. درسته حدود دریایی ما خط خلیج حسین قلی بوده با آستارا، اما ما تا نیمه دریای مازندران حق سیادت داشتیم، کشتیامون میتونسته بره ماهیگیری بکنه، از ثروت کف دریا بهره ببره. و این
خیانت بزرگ هرگز نباید بذاریم تحقق پیدا بکنه. بسیار خطرناک، همطور که این بانوی گرامی گفت. و من واقعا از دانشجویان، از حقوقدانا، از معلما، از کارگرا، از همه میخوام فریادشون رو به گوش سید علی آقا و نوکراش برسون. دریای مازندران دریایی بوده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. شوروی مقبور شده، به قبر رفته، ارثش باقی مونده. این ارث باید بین روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و خود روسیه تقسیم بشه. سهم ایران باید محفوظ باشه. حداقل اگر مترو معیارهای بیارن به نظام حقوقی متوسل بشن و غیره، 25% از این دریاچه مال ماست. 25% دیگه روی شاخشه، حرف نده. اینا 11% دارن میگیرن، یعنی همین باریکه خلیج حسین قلی آستارا. ماورای اون ما جایی برامون نذاشتن. حقوق ما در کفه دریا قشنگ پایمال شد. آذربایجان داره میمکه، همونطور که دولت قطر داره گاز خلیج همیشه فارس رو میبره، وقت میره میده به ترکیه که بیاد براش پایگاه دوم بزنه برای ترکا. واقعا چی آدم به این خیانت این را بگن؟ یارو تو سپاه کلاشو میزه بالا خوشحال، ما داریم در قطر یه بندر میسازیم برای کشتیامون. رجب طیب اردوغان رو ببینید چی کار داره میکنه. اگه بدبخت تو اقلا میرین قطر رو زیر بال میگیرید در دشمنی با سعودی، حداقل اون اندازه که لازمه ازش بگیرید، نه اینکه قطر پول حماس رو نمیده شما میدیم. تلفن بعدی رو بشنویم. جناب آقای نوری‌زاده، با درود فراوان به شما و کلی همکاران خوبتون، امروز مصاحبه شما رو با سرکار خانم گیتی پورکاظم شنیدم. واقعا چقدر لذت بردم از حرفای ایشون و کمال در کمال خوبیشون صحبت کردن، به حدی که واقعا باعث افتخار منه که چنین زنانی ما در ایران داریم. و از طریق رسانه شما من درود میفرستم به سرکار خانم پورکاظم و کلیه بانوانی که اون اعلامیه 14 نفر رو امضا کردن و حتی در مصاحبه اول شما که با ایشون و بانوی دیگری بودن از مشهد، درود فراوان میفرستم و به یاد تمام بانوانی که الان در بند هستند، من جمله سرکار خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، خانم آتنا، فراموش کردم اسمشون، ولی کلی بانوانی که الان در بند هستند. مرسی، مرسی از تمام زحمات شما و پاینده باد ایران. خداحافظ. ممنونم دوست من. خانم گیتی پورفاظل، فرمودید پورکاظم، اب نداره. این اشتباهات لفظی مهم نیست، منظور اینه که شما واقعا از ته دل از این بانوی گرامی قدردانی کردید و تایید، و این بسیار مهمه، بسیار مهمه. گیتی پورفاظل دل به دریا زد، گفت دیگه زده به دریا، و ما از اون بادکشانیم که دریا زدیم، خطر رو پذیرفته. حداقل ما باید اینقدر قدردان باشیم از این بانوی گرامی و دوستانش قدردانی کنیم. همین، اونا چیز دیگه بیشتر نمیخوان. ما بدونیم چه کار بزرگی دارن. خب حالا بذارید از این پیام های کتبیتون بخونم، عصبایی نشین. پس ما کتبی ها چی؟ الان میخونم برای پیام شماره 1 رو من بدید که برنامه تفسیر خبر با اشاره از شما به قسمتی از پیام درباره اینکه مردم امروز ماشین‌هایشان تمیز است و آشغال‌هایشان را به خاطر اینکه وطنشان را از خود نمی‌دانند به خیابان می‌ریزند، متوجه شدم که شما خودتان و با دقت پیام‌های ما را می‌خوانید و این برای کسی مثل من که در کرج زندگی می‌کنم و متولد بعد از انقلاب هستم بسیار بسیار با ارزش است و این مورد را به تمام دوستانم
که آنها هم از علاقمندان شما هستن یادآور شد که چطور شما به پیام ها اهمیت میدید. و نکته‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم این که شاید کمتر کسی باشد که بنده ندیدم شما را نشناسد. و اینکه یک روزنامه نگار چنین در ایران خصوصا در نسل ما بعد از انقلابی‌ها شناخته شده باشد بسیار نکته عجیب و زیبایی است و نسل ما با افرادی چون شما آگاه شده ایم. در این مسیر چون شما امثال استاد طاهری و بسیاری همکاران شما مثل جناب چالنگی بسیار علاقه من دارن، اما شما مشترک در لیست علاقه بیشتر هم نسلان ما هستید. با امید دارم روزی در ایران آزادمان بتوانم شما را ببینم و ابراز ارادت کنم خدمتتون و از اینکه روزی در شهر تهران حداقل میدانی به نام روزنامه نگاری که بیشتر عمرش را به آموزش نسل ما و مبارزه برای آزادی این نسل دیکس نمود نامگذاری شود هیچ شکی ندارم و امیدوارم آن روز در میان جمعیتی که به استقبال و بزرگداشت شما برای ملاقاتتان میآید حضور داشته باشم. نازنینم، عزیز دلم، این آرزوی منه. من نه خیابان میخوام، نه کوچه میخوام، نه چیز. من فقط دلم میخواد خداوند اینقدر به من عمر بده من یک بار خانه پدری رو از شمال تا جنوب برم. دلم میخواد برم از شروع کنم از آستاره جلفا، بیام آستاره تالش، خط شمال رو بگیرم، برم آمول بابول، برم همجور دوستای قدیم رو برم ساری، برم بعد برم قوچان، بعد بجنورد، بعد برم مشهد، بعد برم پایین به بیدخ برسم سلامی به آقا بکنم، برم زابل و زابلستان و بعد برم زاهدان و ایران شهر رو، برم کرمان و برم بوشهر رو، بندرعباس و بوشهر رو، گناوه و برم آبادان و خرمشهر، از این طرف بیام بالا، بیام لرستان و بعد دسفول رو برم ببینم این شهر بزرگ رو، لرستان و بعد بیام ایلام و کرمانشاهان و بیام به کردستان عزیزم، برم به ارومیه، برم به آذربایجان بزرگ، برم به همدان، برم به کاشان، برم به یزد و اصفهان و شیراز، همه جای ایران رو ببینم، دلم لکسه. بعدش هم پروردگار گفت یالا چشم سر رو میذارم زمین، میگم بای بای. این مشهد در برابر چشم منه که میبینم. چند شب پیشم خواب دیدم با یه لند روور وسط بیابون میرفتم. من اینا رو خیلی دوستش دارم، یادش بخیر، از رفقای عزیز من بود و کار بزرگی که کرد ایران رو در حد یک قاره میدید و درست. این گشت اینالو در چارسوی ایران، شناختن نباتات، درختان، حیوانات، شناختن مناطق، چشمه ها، کوه ها، چقدر کار بزرگی کرد. درود به روانش میفرستم، به بانوی گرامیش و فرزندانش سلام میکنم. نازنین مردی بود و او بود که یه مقدار دلمو آروم کرد. او منو میبرد وقتی دلم خیلی گرفته بود، برنامه‌اشو نگاه میکردم، باهاش این ور اونور ایران میرفت. یه بار رفت در خراسان به یه روستایی. در این روستا من و زندیات شاپور غریب و عزیزم که دنبال لوکیشن بود برای فیلم خروس با هم رفته بود. خدایا این روستا رو که دیدم هق هق گریستم. با جوانی مفقود اونجا بود و من دورا دور این روستا رو میدم و این آلوی عزیزم اونجا بود و تصویر بود. همه یاران من که رفتن، همه دوستانم برگردم، دوست دارم بر سر مزارشون حاضر بشم، بوسه بذارم بر مزار سپانلوی عزیزم، احمد کسیلا، حسین منزوی و همه اونایی که نماندند و رفت اگر زنده باشه و خود از رفتگان نشم. یه پیام کسبی دیگر رو میبینیم. بله، پربیننده‌ترین تلویزیون ها باشه تلویزیون شما. در هر صورت برای شما آرزوی موفقیت دارم. یک خواهش هم دارم، کمی در مورد دانشجویان خارج از کشور که با مسائل مالی روبرو هستند بگویید. حتی اجازه نمیدن پول در حساب آنها بریزم. مگر پول آنها چقدر است که این همه سختگیری میکنن؟
خدایا ما رو از دست این همه بیداد نجات بده. با عرض معذرت از اینکه مزاحم وقت شما شدم نامفت. عزیزم این اشاره که کردی اشاره درست. دانشجوهایی که اینجا میمدن به اصطلاح از طریق اعزام، اینا یه بورس تحصیلی براشون گذاشته بودن. بعد با ناجوانمردی دزدای گنده ارزا رو برداشتن رفتن خارج. 4 میلیارد 200 میلیون رستم قاسمی 2 میلیارد این پاسدار دزده که شرافت رو فروخته. و این دانشجو بیچاره برای 400 دلار 500 دلار چه مصیبتی برای اینا ایجاد. از روز اولی که این رژیم اومد نحس و ننگین بود تا این. به هر روز دوستان عزیز من، دانشجویان ما شرایط بدی دارن. بعضن کار میکنن، بعضن ناچار میشن برن تقاضای پناهندگی بکنن، 10 جور داستان درست کنن که چه یه جوری بتونن اقامت بکنن تو خارج. یه دوستی دارم در یه کشور دور افتاده است، ناچار شده بگه من مذهبم عوض کردم، ولی واقعا عوض نکرده، واقعا اعتقاداتش سر جاشه، ولی ناچار شد. یکی دیگه افسانه ها درست کرده فقط به خاطر اینکه این ناجوان مردان دوز اجازه نمیدن که ارزش به دستش برسه. دوستان به من میگن وقت درنگی کوتاه هست. کلنل علی نقی وزیری مرد بزرگ در اون زمانی که آمد سرودهاش و آهنگهایی که ساخت، و حالا بریم یکی از کارهای درخشان او رو با هم گوش کنیم.
درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. چقدر قشنگ، چقدر زیبا. این تکگوشه های موسیقی ایرانی یه چیز عجیب غریبیه. مثلا راست پنجگاه یا در زنگ شتر، مثلا واقعا یه چیزایی داره توی سگاه، دشتی، ماهور، زنده یاد پرویز یا حقی یه تکه داره چه کرد، یه دونه در شور داره و یه دونه در ماهور. اینا چه انسانهای وارسته‌ای بود دیگه، مثل عبادی میاد، مثل پرویز یا حقی. البته من جوونا رو میبینم خوشحال میشم، میبینم اولا مبتکرن. خود مجموعه کامکارها یک اینستیتوشنه، یه پدیدن در موسیقی ملی ما، یه مجموعه برادران و خواهر و بعد برادرزاده و خواهرزاده ها، عروس ها. یعنی مرحوم کامکار، اون نظامی پیر مرد باریکندامی که چیز ارکستر ارتش رو داشت و نظامی بود، فرزندانی این گونه تربیت کرد. هر کدوم دو سه تا ساز میزنن، بیژن میخونه، صدای قشنگ، هوشنگ. رفقای عزیز من، به همشون درود میفرستم. ما یه آقای رادمرد داشتیم تو مدرسه ایران، برنامه جز به درسمون درس موسیقی هم بود دیگه. رادمرد میمد پیانو تو آمفی‌تئاتر، مدرسه ایران آمفی‌تئاتر خیلی زیبایی داشت، میمد پنجشنبه هایی که موسیقی داشتیم میزد و من باش میخوندیم، برمی ایران رو میخوندیم هم وقت باهاش. عشق عشق ما فرزندان ایران و انواعی. پیامی میشنم. سلام عوامل، خدمت عوامل محترم تلویزیون ایران فردا. بزرگواران، یه فیلمی از شبکه شما پخش شد که واقعا باعث تعجب من شد، فیلم لاتاری آقای مهدویان. شما هم که دارید کار جمهوری اسلامی رو میکنید بزرگواران، حالا گذشته از این که این فیلم نکاتی رو داشت در مورد تنفروشی دختران ایرانی توی چه میدونم کشورهای خلیج فارس و این صحبت ها، منتها همه رزومه مهدویان رو میشناسن، همه هم هدف این فیلم براشون واضحه، این که اگر مشکلی در این چندین و چند سال ایجاد شده، آخرم یک آدمی از جمهوری اسلامی میاد همه مشکلات رو رفع و رجوع میکنه. من خودم به شخص خیلی بیشتر از این روی این تلویزیون حساب میکنن، اما با این دست برنامه ها متاسفانه شما هم میرید توی کتگوری اپوزیسیون های فیک. خدا قوت. چقدر بی‌انصافی رفیق من. یک فیلم پخش شد، ما رفتیم اپوزیسیون فیک. اولا بنده آقای مهدوی رو نمیشناختم، دلیلی دانش من بر همه باشه، فیلم ها رو من انتخاب میکنم، راجبش هم خودم بنویسم، علاقه داشتم به سینما از دیرباز، شاید اگر توی سیاست نیامده بودم به سینما میرفتم. به هر حال این سیاست لعنت بهش، ولی خوشبختانه شعرم رو حفظ کرد، شعر و نوشتن رو. یه رمان تازه دارم مینویسم که در واقع دنباله ما بچه های خوب امیری هست، انشالله اون رو منتشرش میکنم امسال. به هر روی، من فیلم رو که انتخاب کردم، اعتقاد من بر این بود جاهای تأمل برانگیز زیاد داره که از واقعیت هم دور نیست. حالا آقای مهدویان برای اینکه این فیلم ساخته بشه تعهدی بده، بره یه تیکرم به نفع اونا بذاره، مثل خیلی فیلم های دیگه، مثل خیلی فیلم های دیگه. اما من خیلی دقت میکنم فیلمی رو انتخاب بکنم که اولا کارگردانش لطافت طبع داشته باشه. فیلم های خشن رو دوست ندارم، بکش ببند تیکه پاره کنه بود. و سعی میکنم عاشقانه باشه، یا فیلم های اگر مبنای اجتماعی داره، این واقعا نمادی از زندگی امروز مردم ایران باشه. و این بود، داری بود، مثل خیلی فیلم های دیگه. من یه فیلم یادم از شاید اسمش یادم، ولی فیلمو پخش کردم اینجا، که آدمی باید ساعت 5 به بانک میرسید، حالا هم ساعت 5 هم مثل که جزو اسمش. چقدر این فیلم زیبا، چقدر این فیلم دقیق و نمایش دهنده بخشی از زندگی مردم درگیر و مصیبت زده ایران در برابر یک رژیم دزد فاسد. فوق العاده فیلم قشنگی. و فیلم های دیگه که ما اینجا سعی کردیم از فیلم سازای خوب، من کارهای مانی حقیقی رو خیلی دوست دارم، کارهای
کارهایی که در واقع با نفس زندگی امروزه سر و کار داره. و حالا دوست من با یه فیلم دو گردن ما رو نبود، اگرم به قول شما اشتباه کردیم رو پخش کردیم، به اپوزیسیون فیک نپیوست. بعد هم من نمیخوام تلویزیونم بگید همش اپوزیسیونه، نه، ما تلویزیون رو بیان واقعیات میکنیم. ما که میخوایم بریم شاه بشیم یا رئیس جمهور بشیم که به عنوان اپوزیسیون ازش یاد بشه، ما کارمون آگاهی دهندگیست، کارمون ایجاد بحث، ایجاد تأمل و فکره. این تلاش من، تلاش دیگه نه. یک پیام شفاهی دیگر رو میشنم. سلام، درود میفرستم به همه دستاندرکاران. آقا جان، ملت ایران نمیدونن چجوری باید تماس بگیرن، ملت عادی نمیدونن چجوری باید تماس بگیرن با این 14 نفر. اینو خواهش میکنم راهنمایی کنین مردم از به چه طریق، از چه راهی باید تماس بگیرن امضا کنن. دوست من ببین، اولا بعضی هاشون اعلام کردن اسمشون و ایمیلاشون و واتساپشون. الان شما روی واتساپ اگر برید اسم چند تن از این دوستان رو بزنید میاد محمد نوریزاد هست، آقای لعلی هست، بزنید حتما میتونید باشون تماس بگیرید. اسامیشون در واتساپ هست، در فیس تایم هست، در ایمو هست و میتونید از این طریق. حالا من از همکاران میخوام لیست اینا رو درست بکنن با ایمیل ها و راه های تماس باهاشون و توی ایران فردا پخش کنن، چون به هر حال من گفتم ایران فردا در اختیارشونه و هر سخن و نظری دارن من اینجا پخش میکنم. بسیارم دوستشون دارم. دیدید مصاحبه ما با خانم پور فاضل چقدر مورد توجه قرار. یه پیام شفاهی دیگرم گوش بدیم بعد بریم سراغ کتبیا. با درود و سلام خدمت جناب دکتر نوریزاده عزیز، من مجتبی هستم از اصفهان تماس میگیرم خدمت شما. من دو سه بار ایمیل فرستادم خدمت شما، از ایمیل gulestani51@gmail.com هست. موضوعش هم بسته پیشنهادی و ایده مرحله اول رفرم و تغییر رویکرد برای کشور هست. جناب دکتر عزیز، ما میدونیم که با توجه به شرایطی که ما داریم، اگر جنگی، کودتایی، شورشی، انقلابی، چیزی صورت بگیره، کشور ما نابود میشه. الان بیگانگان داخلی و بیگانگان خارجی کلن بایستدن کشور ما جنگی درش اتفاق بیفته، انقلابی درش اتفاق بیفته و اگر تجزیه بشه براشون هیچ اهمیتی نداره. تنها راهی که ما میتونیم کشورمون رو حفظ بکنیم و از این سیستم دیکتاتوری گذر کنیم بریم به سمت یک سیستم دموکراسی، تغییر رفرم و رویکرده که میتونه با دو مرحله انجام بپذیره. الان در کشور ما شرایط گفتگو فراهم نیست. اگر که این تغییر رفرم انجام بپذیره به خواست ملت و برای ملت و اندیشمندان و خردمندان و دانشمندان تو این زمینه بیان همه دست به دست هم بدن، کمک بکنن به مردم، آگاهی بدن، راهی وجود داره، شیوهی وجود داره که بسیار آسون و راحت و بسیار انسانی که مردم بتونن این خواستشون رو اعلام بکنن به گونه‌ای که حاکمیت هم مجبور باشه بپذیره و خدای نکرده هیچ مشکل برای کسی پیش نیاد، حتی نیاز به تظاهرات هم نداره یه تبعیس قیام و شورش این حرف. یه عده میگن که مردم بریزن تو خیابون جونشون رو بدن، خون بریزن. خب این شیوه خمینی بود، چه اتفاقی افتاد؟ یه دیکتاتوری به وجود اومد و با همین شیوه هم همینطور ادامه پیدا کرد. اما اگر با یک شیوه درست، انسانی و خب پیامشون حیف شد، بد شد. عزیزم من میرم ایمیل گلستان رو میبینم، چون ببین یه اشکالی که هست، ایمیل من خیلی سکیوره و معمولا ایمیل ها رو که نمیشناسه میفرسته به اسمم. من گاهی اوقات میرم تو اسمم در میارم، ولی گاهی اوقات هم از دستم در میره. باور کنید دیروز من نمیدونم چند صد ایمیل داشتم، واقعا نمیرسم، خیلی سنگینی سخته. حالا امیدوارم یکی از همکارام کمک بکنه به من که شماها بی پاسخ نمون. حال شهر پدریم چطوره؟ خوبه؟ چقدر دلم برای اصفهان تنگ شده، دلم برای اون لبه زاینده رود
چقدر زیبا شده. این مهندس ملک مدنی نازنین چه رودی درست کرد. خدا حفظش کنه این مرد وارسته رو. این آدم نه حقوق گرفت، نه چیزی، نه در اصفهان، نه در تهران، و چه کارهایی کرد. فقط باج به حداد عادل نداد، باج به مهدوی کنی نداد، بله باج به آقای شمخانی قالیباف نداد. اونا اومدن و وقت چه کردن آقای قالیباف. واقعا متاسفم برای آقای قالیباف، واقعا متاسفم. کسانی از تو وصف خوبی کرده بودن. تصور من این بود وقتی گفتی میخوام رضا شاه اسلامی بشم، واقعا چشمت به اون مرد بزرگ رضا شاه کبیر. بعد این چیزهای که فساد مالیت گفتن، خیلی متاسف شدم، خیلی زیاد. روی محسن رضایی هم من اینجوری فکر میکردم. در انتخابات ریاست جمهوری وقتی برنامه شو ارائه کرد نگاه کردم، چه برنامه نسبتا خوبی، حالا منهای اون جنبه ایدئولوژیش. ولی بعد رضایی هم آلوده از آب در اومد. نقشی که از خونش برای من فرستادن، اتوبوسای اصفهان، واقعا اسباب تأسفی. چطور یه آدمی که در جوانی میگه من چریکم، میخوام انقلابی بشم، انقلاب کنم، با ظلم بجنگم، به محض اینکه به قدرت میرسه 2 سانتی کم چربی میگیره، تبدیل میشه رستم قاسمی، تبدیل میشه به آقای محسن سبزوار رضایی، تبدیل میشه به قالیباف. خیلی برای قالیباف متاسفم. چقدر خوب قالیباف میتونست یه نقش بزرگ بازی کنه، چقدر خوب میتونست به یاری ملت نقش تاریخی داشته باشه. براش بسیار متاسفم. پول چشماشونو میبنده، همه چی یادشون میره، یادشون میره که ملت بزرگ سربلند به روزی انداختنش که ملت ناچار دستشو دراز میکنه. دست ملت ما بر سر عالم بود. امروز جوان ایرانی باید بره چه کارهایی که نکنه، بره ژاپن مرده بسوزونه. من ژاپن رفتم و دیدم بعضی از این جوان ها رو، طفلک و روزای یک شنبه یا شنبه تو اون یه بازارچه بود میمدن جنس میفروختن، بعضی هاشون هم گرفتار مواد مخدر شده بود. ایران در قرن 21 الان بعد کجا؟ ما خیلی از کره جنوبی جلوتر، از هند و از همه اینا، مالزی و از سنگاپور. میشنویم یک پیام شفاهی دیگر. آقای نوریزاده گرامی، من از بینندگان تفسیر خبر آقای چالنگی هستم در بلژیک. نمیدونم چقدر سپاسگزاری بکنم به این مرد بزرگ که با آقای هوشنگ توزیع یک مصاحبه خیلی خیلی خوب، مغزدار، با معنا انجام داد در ارتباط با نمایش شاعر نقره‌ای. من این برنامه رو 2 بار هم توی آرشیو دیدم، ولی هرچه بیشتر میبینم بیشتر متوجه میشم که چی شده، چه اتفاقایی افتاده و چه امیدی آقای هوشنگ توزیع به خودش و هنر و تئاتر و مردم در قربت داد. سپاسگزارم آقا. مرسی. ممنونم دوست من. هوشنگ توزیع یکی از عزیزترین هنرمندان برای منه، از دوستان قدیم قدیمیمه. در ایران با هم دوست بودیم، کاراشو میستودم از همون زمانی که اداره تئاتر بود و کارهای از جالب میکرد. بعد که به خارج اومد تمام کاراش خوب، فیلم فرستاده که با صیاد کار کرد و برنامه کارهای دیگه کرد، ولی این یکی فرخزادش درخشانه، درخشان کار فوق العاده ای انجام داد. و من روزی که تلویزیون رو میخواستم افتتاح بکنم با یه دست هنرمندا صحبت کردم، با پرویز صیاد عزیز صحبت کردم، با هوشنگم صحبت کردم و به هوشنگ گفتم بیا یه برنامه داشته باش که 1 ساعت در هفته
هر جوری دلت میخواد. هوشنگ وقت داشت یه کار تئاتری میکرد، گو بزن کارم تموم شه، پشمندش هم خدا را شد کارهای متعدد داشت و امیدوارم هر روز کارش بیشتر بشه، چون هوشنگ در تئاتر و سینما یه چهره شاخصه و بسیار خوشحال شدم که جمشید با او یک گفتگو کرده بود. او جای گفتگوی خیلی بیشتری داره و حتما این کار رو خواهیم کرد. من دلم میخواد بعضی از این هنرمندار رو مثل هوشنگ توزی شخصا براشون پروفایل درست کنم از زندگیشون. بهروز بهنژاد رو درست کردم، البته یه تیکه دیگه هنوز مونده باید انجام بده. چقدر خوشحالم از این ماجرا و خود بهروز چقدر راضی. با هوشنگم این کار خواهم کرد. تنی هستن که واقعا خانم آقداشلو حتما باید درباره این کار کرد. فرزانه تاییدی عزیزم باید درباره این کار کرد. اینا آدم های نازنینی هستن. خانم فرخ‌نیا حتما، اینا در تئاتر کشور ما چهره های شاخصی هستن، به خصوص اینا که بیرونن. اونا که در ایران هستن حالا کار تئاتری زیاد نمیکنن، ولی حداقل سینما بود. سینما بود که علی نصیریان یا سریال تو شهرزاد بیاد و مجذوب کنه همه رو، یا انتظامی عزیز، یا مشایخی نازنینم که پر کشید مثل انتظام. عمر نصیریان دراز باد و عمر باقیشون. یک پیام کتبی رو میخونیم براتون. بله آقای نوریزاده، بازی بدی راه انداخته، ملت گیج ایران را سردرگم نکنید. ایرانیان بدترین تجربه را از جمهوری در این 40 سال سیاه اندوختند. از پادشاهی بد گفتید، از حزب رستاخیز بد گفتید. هیچگاه از ماهیت حزب رستاخیز برای ملت ایران نگفت. حزب رستاخیز به مثابه استادیومی بود که تمام احزاب غیر مسلح در آن امکان حضور و بروز داشتند. هر حزبی می توانست از مش سیاسی خود بگوید، اما نه در خفا بلکه در حضور سایر احزاب. یعنی بزرگترین تمرین دموکراسی گفتن جمهوریت در ایران تن هر ایرانی را می‌لرزاند. بس کنید این تفرق افغانی را، بگذارید به عهده ملت ایران با همه سردرگمی که دارد صلاح کارش را بهتر از همه خارج نشینان دموکراسی خواه و دلسوز ایران و ایرانی می‌داند. اصلا بیایید فضیلت ها و رذیلت های شاه و مصدق را جدا جدا در کفه ترازو قرار دهید. یادتان باشد که شما تریبون و تلویزیون دارید، اما خاندان پهلوی جز دشمن ندارند. اگر رسانه هم حمایتی بکنند در اصل این ابن الوقتا و فرصت دارد. یادتان باشد که امثال شما تریبون دارید، یا بهتر بگویم که دکه دارن، مردم را زمینگیر رو بی تفاوت کرده. جواب بنده را با پخش کامل متن از تلویزیون بدهید. بسیار متن کامل رو خوندم. اولا ما به هیچ وجه دشمنی با خاندان پهلوی، من بسیار رضا پهلوی رو دوست دارم و واقعا دوستش دارم، یه انسان فهمیده روشن فکر آگاه از بسیاری از مدعیان اپوزیسیون، درک و شعور سیاسیش بیشتر. ولی خود رضا پهلوی میگه این لباس حکومت رو مردم تعیین میکنن، پادشاهی یا جمهوریت. در تلویزیون ایران فردا هم هر دو وجه رو مشاهده میکنید، طرفداران سلطنت، طرفداران جمهوری. اینم هست. پس اگه تریبون آزاده، اینا باید با هم تعاطی افکار داشته باشه. رستاخیز نمیتونست یه قالب برای چند حزب باشه. همون حزب مردم ایران نوین چه عیبی داشت؟ عزیز من، بشریت تنوع طلب، همه که مثل هم فکر نمیکنن. ولی همه ما یه دین داشتیم، هممون یه دین داشتیم، تمام دنیا. بعد میگوشیم آقا در قالب این دین مذهب درست میکنیم با هم زیر یه چتر. نمیشه. در ایران رستاخیز ضربه سنگینی به پادشاه داد. حالا چه بگم به اون کسی که این فکر رو آورد تو سر شاه کرد. والله شاه خودش معتقد بود حداقل دو حزب کشور باشه. انتقاد رستاخیز که این نیست که ببین پهلوی بد بود. شاه خدمات بزرگی به مملکت کرد. ولی مثل هر حکومتی سیئاتی داشت، حسناتی داشت. بعدم مگه من الان اینجا میخوام به مصدق نمره بدم؟ پاره استخوانی شدن بزرگ، چیزی ازش نمونده. همینطور که از شاه
فقط یاد و خاطره مونده. امیدوارم من بتونم اون قصه‌مو به صحنه بیارم. هوشنگ توزیع قول داده اجرا کنه و نمیدونم ناصر رحمانی‌نژاد میپذیره یا جمال بزرگزاده که حاضر نشد نقش مصدق رو بازی. امیدوارم که بعد این دیالوگ این دوتا در عرض 2 ساعت روشن میکنه که اینا هیچ اختلافی با هم نداشتن. این بساطی که پیدا شد دست خارجی بود و یه ادادم جاه طلب که دوروبر هر دو طرف. حالا بهش میرسیم اشان. ولی دوست من، ما نه تنها دشمنی نداریم، بلکه شهبانوی گرامی رو من واقعا مادر ایران میدونم و دوستش دارم و بهش حرمت میگذارم. مصاحبه منو حداقل با او ببینید، مصاحبه های منو با شاهزاده رضا پهلوی نگاه کنید. ولی من آدم صادقی هستم، میگویم شاهزاده اگه نامزد ریاست جمهوری شد 2 دوره من بهش رأی میدم. اگرم مردم پادشاهی مشروطه رو انتخاب کردن، با تمام وجود در خدمت وطنم و حکومتم خواهم بود. این بستگی داره که مردم چه گزینه رو انتخاب بکن. یه پیام شفاهی دیگرم بشنویم. درود فراوان. پریروز تو برنامه شما دیدم که شنونده ای پیغام گذاشته بود که آقای نوریزاد آدم مشکوکیه، برای که کسانی که شبیه خیلی کمتر کردن به مجازات های بسیار بزرگ رسیدن، حتی جانشون را دست دادن. در ایران شیر زنان و شیر مردانی هستند که به خاطر آزادی از جانشون گذشتند و من به شخصه نه شهامتی ندارم و نه قدرتی ندارم، ولی اینقدر این شرف دارم که این حال رو کوچک نکنم. درود به تمام آزادگان و درود به محمد نوریزاد. سپاسگزارم. سپاسگزارم که از نوریزاد عزیز تقدیر کرد. من واقعا متاسفم برای کسانی که اگر مردی شجاعت پیدا کرد، زنی شجاعت پیدا کرد، در صحنه حاضر شد میگن ما خوخ شده، چرا نمیگیرن؟ چند بار نوریزادو بگیرن؟ یه آدمایی حالتی پیدا میکنن آنتاچبل میشن. وقتی شما دیدی با کوه مقاومت روبرو هستی، زندان، شکنجه زدن، کتک زدن، تو خیابون ماشین زدن، کاریش نمیکنه. مقاوم راه میفته میره اون سر ایران به یه خانواده زندانی سر بزنه. آقا قدر این مرد رو بدونیم. مگه واسلاف هاول در چک کرد آدمایی که اومدن برجسته مسیر آینده کشورشون رو تعیین کردن چجوری بودن؟ همین ها بودن. مردی مثل ملکی، پیر مرد، مریض، در این شرایط فریاد آزادی خواهیش به گوش ما میرسه. باید بیان بگیم آره این یه چیزی هست. کوروش زعیم رو میبینیم، چقدر این انسان تلاش کرد جبهه ملی ششم رو برپا کردن با دوستانش، دکتر موسوی، عیسی خان حاتمی، همشون اومدن. آخه چرا ما باید، نمیدونم چه حالی ما داریم که زود انگوش میشیم این آدم خودشونه؟ نه، اینا آدم اونا نیستن. اونا اصلا لیاقت ندارن که چنین افرادی باشون باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوریزاده تا هفته آینده همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.